در قبل انتحاری در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا یک نظامی و چهار غیر نظامی جان باختند و پنج نظامی و 19 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع ملی میگوید در این حمله که با یک موتر باربری پر از مواد انفجاری انجام شده، ساختمان حفظ تأسیسات وزارت دفاع ملی در شهر گردیز آماج قرار گرفت. طالبان مسئولیت این رویداد را پذیرفتند و گفتند که این حمله در واکنش به دستور اخیر رئیس جمهور برای به حالت تهاجمی در آمدن نیروهای دولتی افغانستان انجام شده. غفور صبوری گزارش می‌دهد. ساختمانی که در حمله انتحاری به ویرانه مبدل شده است، ساختمان حفظ تأسیسات وزارت دفاع ملی است. وزارت دفاع ملی میگوید که انتحار کننده موتر باربری پر از مواد منفجره را در برابر این ساختمان منفجر ساخت. یک انتحار کننده سوار بر یک موتر مازدایی پر از مواد انفجاری صبح امروز میخواست که بالای تعمیر حفظ تأسیسات وزارت دفاع ملی در شهر گردیز ولایت پکتیا حمله کند که توسط نیروهای اردوی ملی شناسایی شد و مورد هدف قرار گرفت. در این رویداد به نظامیان و غیر نظامیان تلفات وارد شده است. در نتیجه انفجاری موتر پر از مواد انفجاری متاسفانه 5 تن از هموطنان ملکی ما، شهروندای غیر نظامی، به شهادت رسیدند و 15 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان با پذیرفتن مسئولیت این رویداد میگویند که این حمله در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور غنی بوده است. اقدام وحشیانه به هیچ صورت قابل تحمل نیست و به اساس از این ما کل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان هدایت دادیم که پس به حالت تعرضی. این حمله انتحاری در حال رخ می دهد که در یک هفته پس این سیومین حمله انتحاری است که در ولایت های کابل، ننگرهار و پکتیا رخ می دهند. در این حمله ها بیش از 60 تن جان باختند و بیش از 150 تن دیگر زخم برداشتند. باز نوزاد که در رویداد هراس افگنانه در شفاخانه صد بستر برچی در غرب کابل پایش با گلوله زخم برداشته بود، پس از نخستین جراحی اندک بهبود یافته. جراح این نوزاد در انستیتیوت پزشکی فرانسه برای کودکان در کابل میگوید که استخوان، عضلات و پوست پای نوزاد زخم برداشتند و پس از 3 روز جراحی دوم این کودک نیز انجام خواهد شد. خانواده این نوزاد از باشندگان منطقه کمپنی کابل است و مادر این نوزاد در حمله درست پیش در کابل جان باخته. همزمان خانواده ها و بستگان 12 نوزاد دیگر فرزندانشان را از شفاخانه آتاتورک کابل به خانه بردند. نبیله اشرفی گزارش می دهد. آمنه پس از 2.5 ساعت به جهان آمدن در حمله بر شفاخانه صد بیستر دشت برچی زخم برداشت و مادرش در این رویداد جان باخت. با گفته پزشک جراح این نوزاد، استخوان، عضله ها و پوست پای آمنه عمیق زخم برداشته بود. شریان ها و وریده و همچنان عصب و استخوانش دفعه دوم و با دقت کامل در زیر میکروسکوپ ارزیابی و ترمیم شد. فعلا وضعیت عمومیش خوبتر است. این نوزاد پس از زخم برداشتن به شفاخانه صحت طفل انتقال یافت، اما یک از شهروندان هزینه درمان این نوزاد را بر عهده گرفت و وی را به انستیتوت پزشکی فرانسه برای کودکان در کابل انتقال داد. خانمی که او را خود ما نمی‌شناختیم، اونا ضمانتش کرده بود، اینجا آورده بود که اینجا بستر شوه، عملیات شوه. با دکتر صاحب دیروز گفته بود که پای ازی کته میشه، باز ما اجازه زور ندادیم که پای ازی کته شوه. بالاخره عملیات کرده بود، عملیاتش کامیاب شد. از میان 20 نوزاد که پس از رویداد هراس افگنانه از شفاخانه 100 بستر غرب کابل به شفاخانه آتاتورک انتقال یافته بودند، 12 خانواده نوزادانشان را تسلیم شدند. در وقت تسلیم میکنند، از جا کاسی میشه، از تذکیره ازی اقارب و از نوزاد عکاسی میشه، طفل نوزاد رو به کس تسلیم میکنه، از او عکاسی میشه و در اونجا شست چه میگیره. فاطمه به دیدن خواهر نوزادش آمده است که پزشکان گفتن فعالیت قلب وی ضعیف است. فاطمه که دو خواهر و برادر دارد میگوید که تا برگشتن پدرش از مراسم به خاکسپاری مادرش ناگزیر است که خواهر نوزادش را در این شفاخانه بگذارد. قلبش ضعیف است، اکسیژنه. در رویداد هراس افکنانه بر شفاخانه 100 بستر غرب کابل 25 تن جان باختند که جان باختگان مادران و مادران باردار و نوزادان بودند.
رئیس جمهوری ایالات متحده